وقتی صحبت از این میکنیم که بیاد خدا بودن یعنی که واقعا کسی که مسئول هست بیاد خدا باشون وقت کسی را که میخواد انتخاب کنه در یک پستی بیاد خدا باشه بدونه که این پست پست مهمی است مسئولیت هست خدمت به مردم هست سوال خواهد شد اینجا باید بیاد خدا باشد وقتی که میخواد چیزی درست میکنه بیاد خدا باشد وقتی که این خانه های مهر ساخته شد و بعد دیدیم که در یک زلزله یک بارانی یا همطور خود به خود از هم داره می باشن. واقعا این کسی که درست می کند بیاد خدا باشه کرد دستن در کاران بیاد خدا باشد مسئولیت هست بازخاص از روز قیامت و رسوایی است خوشی نخواهد دید در مخالفت با دستور خدا اینو بیاد داشته باشیم که مخالفت دستور خدا نیست ما فقط نماز نخونی. بلکه اینکه دروغ میگیم کلاهبرداری میکنیم غل و غشی در کالاهاست در ساختمان سازیمون هست در فلان هست در فلان هست همه اینها چیه اینها مخالفت با دستور خداست خدا این چیزها را دوست نداره از اینجاست که انسان خدا را فراموش میکنه و اولائک هم الفاسقون اولائک هم الفاسقون این این فسق هست فاسق هست حالا این فاسق بودن هم درجات داره زمانی که انسان از دین خدا در میره زمانی است که دیگه ارتباطی با خدا نداره بیاد خدا بودن نتیجه اینه که وقتی شما بیاد خدا هستید کارهاتون رو بر اساس دستور خدا انجام میدید خدا هم شما رو یاد میکند فذکرونی اذکرکم میخوای خدا تو را یاد کند میخوای رحمت خدا شامل تو بشه پس بیاد خدا باش آرامش میخوای بیاد خدا باش سعادت میخوای بیاد خدا باش عزت و سربلندی میخوای با خدا باش بیاد خدا باش اما اینکه ما با خدا ارتباطی نداشته باشیم و بعد خود را به عنوان بهترین امت ها هم بدونیم دستفاد فریبی که خوردیم گولی که به خودم داریم میزنیم می دردی که امت های گذشته بهش مبتلا شده بودند خدان ما رو بر حذر داشته که دیگه مثل امتهای قبل نشید خود خودتونو فریب ندید خودتونو گول نزنید ارتباط من با شما فقط بر اساس ایمان و عمل صالح هست اما ما خلاصش کنیم ما مسلمونیم دیگه ما بهترین هستیم چون مسلمونیم نه بهترین یه معیارهایی داره در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم از ذکر خدا بیاد خدا بودن به عنوان با دو عنوان یاد میکنند یکی بهترین یکی هم پاکترین بهترین کاری که انسان میتونه انجام بده و پاکترین کاری که میتونه انجام بده فرمودن که ذکر خداست الا اونبئکم بخیر اعمالکم و از کاها عند ملیکه بهترین کارهاتون پاکترین کارهاتون در نزد خدا گفتیم وقتی که انسان بیاد خداست خب دیگه همیشه سعی میکنه بهترین کار انجام بده و پاکترین هم انجام بده این نتیجه ذکر خداست دقت کنید اسلام چگونه میخواد انسان رو بسازه انسان سازی میکنه انسانی که پاکش میکنه این انسان دیگه درو نیست درش غلقش نیست نفاق درش نیست خیانت نمیکنه کنه الا اخبرکم به خیری اعمالکم بهترین کارهاتون و پاکترین کارهاتون ذکر خدا